بینندگان ارجمند، آیا بهرام مشیری شخصیت دین ستیز است؟ برای ستیزیدن و جنگیدن با دین آمده است؟ به دین اعتقادی ندارد؟ معتقد است سعادت بشر در بیدینی است؟ و در فردای ایران اگر اندیشه های بهرام مشیری و اندیشه های از نوع بهرام مشیری بخواهد حاکم شود، آیا اهل دین در معرض خطرند یا خیر؟ این صحبت دین ستیزی یک سر خطا است. من فکر میکنم اگر که گندگویی نباشد، یک آدم عدالت خواه آزادی خواه هستم. آزادی خواه یعنی کسی که برای مردمش آزادی بخواهد در همه جنبه. آزادی قید و شرط ندارد، قید و شرط رو فقط قانون معلوم میکنه. بنابراین بایستی ما به یک جامعه برسیم که یهودی، که بهایی، که بیدین، شیعه و سنی، هر کسی به هر دینی و آیینی بتواند کار خودش انجام بده، به اون چیزی که معتقد هست به تمرکز کنه، برای اطلاع روحش، برای ارضای خاطرش، به هر دلیل که ببسن. بنابراین ما دین ستیزی نمی کنیم اینجا. ما داریم مانع آزادی رو نقد می کنیم. مانع آزادی امروز در کشور ما حکومت فاشیستی دینی است. اگر بنشینیم بگوییم که این آخوند خوب است، اون آخوند بد است، درست مثل که یک شجره خبیثه ما داریم اونجا که داریم ما با شاخه‌هاش بازی میکنیم. ما باید برگردیم ریشه این دین رو. فرصت به دست ما آمده آقای فروزنده، هیچ ملتی تا این حد پرداخت نکرده برای این دین. اینا یه قرآنی برای ایرانیان آوردن که هیچ که ازش هیچی نفهمید. 656 سال مملکت ما رو غارت کردن، صدها هزار نفر ایرانیان کشتن، دختران نوجوان ایرانیان رو بردن ریپ کردن و فروختن. امروز دوباره این سرطان برکشیده و نگاه بکنید به این وضعیتی که شما این همین تابلوهایی که نشون دادید از دار کشیدن. قیمت سنگینی ما برای این دین پرداخت. مدنیت ما رو از میان برداشتن، بزرگواری ما رو از بین بردن. ما سنگین ترین قیمت ها رو پرداخت کردیم. بنابراین امروز که دوباره این عود کرده، در واقع ما باید بتوانیم این رو نقد بکنیم، نشان بدهیم اون مشروعیتی که اینها برای متصور هستن، اون مشروعیت رو دارا نیستن. یعنی سخنانی که میگوین پای و اساس درستی نداره و باید این دین رو دوباره شناخت. وقتی این رو بشناسیم، اینها رو میشناسیم، میتوانیم بین مبارزه بکنیم. بنابراین مخلص اینجا درود میفرستم به همه مؤمنین، به هر دینی که هستن. اساسا نگاه من به جهان دینی نیست، اما با این اسلام ما مشکل داریم. امروز شما نگاه کنید این صحنه های فجیع، حیثیت تاریخ ما رو میبره. یک کسی از دور نگاه میکنه، یک زن خونالود نشسته، یک عده اجامر و اوباش جاهل سنگ ها برداشتن به سر این زن میزنن، اینو به حساب ما ایرانی ها میگذارن. یعنی اینا آبروی و حیثیت ما رو بردن در جهان. بزنین هم ایرانی ها هستن دیگه، اینا حکومتشون اینا تماشا با چه میکنن. بنابراین ما باید این دین رو نقد کنیم، بگوییم سنگسار منحوس است، بگوییم اعدام و دست بریدن و چشم بریدن و اونچه در باب زن هست، اینها کار ضد بشری است و اینها از دین برخواسته. و ما بایستی بتوانیم دین رو از صحنه سیاست، نه جزئی، نه یک کمی، تمام کلیتش رو بایستی ما بیرون بکنیم، بفرستیم سر قبرها و مساجد که بودن، چون کار دین از قبر به بعده. حجت الاسلام جاش وزارت امور خارجه نیست، آخون امیر لشکر نمیشه باشه. ببینین ادبار و بدبختی و نکبتی که در جامعه ما هست از همینه آقای فروزنده. این است که اونایی که به ما بچسب دین ستیز میزنن، این کار یک سر خطاست. ما جستجوگر آزادی هستیم و مانعش رو امروز حکومت دینی میبینیم. آقای مشیری، وقتی میخوایم دین رو نقد بکنیم، یعنی ما یه مترهایی داریم که اون مترها رو میذاریم در مقابل محتوای دین و شروع میکنیم به نقد کردن، درسته؟ درود بر شما. بسیار. این مترهای ما چیه؟ مترهای ما عقل قربان. ببینید، دین مبتنیست بر تسلیم و تعبد. زمینه تسلیم و تعبد و ایمان که بسیار بسیار خطرناک است و خطرناکتر از ایمان من چیزی نمیشناسم، این جایگاه خرد نداره، یعنی جایی برای عقل باقی نمیذاره. این در ایمان خرد و عقل جایی نه وجود نداره قربان. در ایمان شما وقتی مؤمن شدی به امری، در واقع همون شکل همون اسب استاری است که ایدئولوژی شدید، دیگه استدلال رو قبول نمیکنید. بنابراین در اونجا خرد جا نداره. متر انسانیت و خرد هست، انسانیت و خرد هست. یعنی تنها قاضی در این یونیورس، تنها قاضی که خوب و بد رو تشخیص میده، الله مدینه و نمیدونم یهوه و اینا نیست، خرده آقای فروزنده. خرد
تنها ما با خردمان زندگی میکنیم، ما با خردمان هست که داره ارزش هستیم، اندیشه انسان هست که داره ارزش هست، خرد هست که خوب و بد رو تشخیص داده و این کشف های عظیم علمی که دستاورد انسان هست از خرد بود، از دین که نبوده. دین هیچ خدمتی نکرده، هیچ کشفی نکرده. دریغ یک قرص آسپرین که بماند که یک دوای نمیدونم دل دردم ازش بر نیامده. بنابراین از روزگار قدیم که نقد دین در واقع راجع است به یونان و دیاگوراس، دیاگوراس آف ملوس. میدونید که یونان مجموع جزایری بوده است، صدها بلکه هزارها جزیره، و چون اینجا حکومت مرکزی و مملکت بزرگ نبود، استبداد هم نبود، نمیشد باشه، حکومت‌های شهری بودن. بنابراین فیلسوفا رو به اسم جزیره شون میشناسن، این دیاگوراس آف ملوس، یعنی دیاگوراسی که بچه ملوس بود، این ملوس جزیره است. این حدود 500 سال پیش از میلاد شاگرد دموکریتوس هست. دموکریتوس یکی از 4-5 مغز بیدار تاریخ انسان هست. دموکریتوس پدر اتمیسم هست. دموکریتوس کسی است که آمد گفت جهان ساخته از اتم هاست و غیر از اتم و خلاء چیزی نیست. امروز هم تعریفش همینه، میگوید به ظاهر ما گوناگون میبینیم جهان رو، اما در باطن از یک جنس هستن، همه اتم هستن. چنین سخنی 500 سال پیش از میلاد فوق العاده است. این دیاگوراس آف ملوس شاگرد دموکریتوس هست و این نخستین کس است که ما میشناسیم که دین رو نقد کرده، خدایان یونان رو نقد کرده. مشهور است، یکی از سخنان مشهورش این است که آمدن به گفتن آقا تو چرا دین رو قبول نمی‌کنی؟ ما معجزه رو دیدیم، کسانی که کشتی شکست، کشتیاتش کسانی که نجات پیدا کردن ما دیدیم و اسمشون هر چطور قرار گفت شما نجات یافتگان رو دیدین، آیا لیست اسامی غرق شدگان رو دارید یا ندارید؟ درجه هستید؟ یعنی اینکه یک نیروی خارجی معبد و طبیعه دخالت نمی کند در یک نجات کشتی، و اساسا خداوند، حالا اینم خودش مقالطه است، کاری ندارد به رابطه حسن و حسین و تقی و نقی و اینها. این دیزم که در همین دوران روشنگری به وجود آمد میگوید که خدای بوده است، البته همون حرفای ابن سینا و ایناست که زدن که خدای بوده است و آرشیتکت یونیورس بوده، خلق کرده و بعد یه کاری به کارش نداره، چون قوانینی درش گذاشته و هست که خود اون قوانین جهان رو میگرداند، نیازمند دیوان اینترونشن یعنی دخالت مقدس یا مقدسگونه نیست، خودش داره با جاذبه‌اش حرکت میکنه. بنابراین در امور جزئی خداوند تأثیری نداره و دخالتی نمیکنه. این قوانین رو که گرداننده این هستی هست رو به هم نمیزنه، به خاطر دل حسن و حسین و تغییر کشتن سر حسین رو بریدن، حالا خورشید جابجا بشه یا نمیدونم تیر علی اصغر زدن حالا ماه بگیری، اینا نیست، امکان نداره چنین چیزی. بنابراین عرض میکنم که نقد دین از این مرد شروع شده، شاگرد دموکریتوس، که زندانش کردن و پول زیادی خواستن آزادش بکنن و خود دموکریتوس که استادش بود رو آزاد کرده. این مرد بزرگ نخستین ناقد دین هست در تاریخ یونان. و بعد ما خدمت عرض کنم که اپیکوروس یا اپیقور رو داریم. این مرد بزرگ پدر متریالیسم جهان هست، بسیار انسان بزرگ و بزرگواریست، خدا رو رد میکنه با استدلال‌های عقلی. تاریخ یونان متفکران بزرگ در ایران ما در واقع تا اونجایی که به اسلام عزیز مربوط است، اساساً کسی جرأت این که بگوید این کتاب کوچکترین ذره نفسی داره که نداشته که، آقای فروزنده که اولوپی الله این رو در منتهای کمال جمال فرستاده که پر مغالطه است، آقا پر تضاد و مغالطه است. عرض میکنم اظهار نظرهای غلط تاریخی و علمی و عرض میکنم که چیزهای ضد بشری و خشونت، 527 امر خشونت آمیز درش هست که دعوت به خشونت. واژه کارگر یک بار دری به کار نرفته، سرمایه یک بار به کار نرفته، واژه کارفرما، تجارت مطلق در این کتاب شما نمی‌بینید، اما ماشاءالله دعوت به خشونت 600-700 بار، حمله کنید بسیار، توجه می‌کنید؟ واژه عشق هرگز، عشق اصلا صحبتش نکنید، اصلا با اخوندا بگید عشق، قیافاشو به هم می‌کشن، میگن که اصلا دونشن آدم دینی است که عاشق بشه، این زن اصلا قابل نیست کسی عاشق چی بشه. بنابراین هیچ کس جرأت نکرد در تاریخ ما بگه که آقا این قطع دست هم چیز درست نیست، بابا این در واقع احکام جزایی قرآن که کاملا بیابانی و ساده است، شاید تمام احکامش یک ورق و نیم نباشه روی هم بذارید. بعد آمدن و چه کردن؟ اعمال صحابه و سیرت رسول الله را اضافه کردن که بتوانن مغالطه بکنن، چون وقتی اسلام رسید است به ایران این
قبای بیابانی کوتاه بسیار کوتاه بوده بر اندام یک جامعه پیشرفته مدنی مثل ایران. بنابراین شروع کردن مغالطه کردن و اختراع کردن و مشهور است که امام اعظم ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش رو داده. فقها به وجود آمدن، مفسرین به وجود آمدن، چون این چیزی نداشته که عرضه بکنه. باری شما یک حرکت رو پس و پیش کنید، یک فتحه رو زمه بگید، آقا بگیرید عمامه ها رو پرت میکنن، داد و بیداد اینا. حالا در باب چی داره صحبت؟ در باب جن. شما فکرشو بکنید یک سوره از مفصل در باب جن جن هست. این آقا اجازه نده فکر کنیم در محتوا چه میگه. ازش میپرسن آقا این خورشید شبا کجا میره؟ میگه در چشمه لجن. هما مسنون، یعنی خورشید که ما شبا نمیبینیم، قرآن میفرمان میره در چشمه لجن فرو میره، صبح دوباره میاد بیرون. یا از اینجور حرفای واقعا عجیب غریب، ویرد به قول معروف، یا اینکه این کوها میخ زمین هستن، اوتاد الارض هستن، یا از جو حرفای بیهوده واقعا که اصلا ارزش علمی نداره و کسی جرأت نکرده آقا اینا چیه، اینا اصلا با خلاف عقله. یا این همه تضاد آقای فروزنده. ببینید زندگی بنیانگذار اسلام در مکه مثل زندگی خمینی بوده زیر اون درخت در نوشاتو. خب اسلام عزیزه، زن باید آزاد باشه، نمیدونم چی باشه، آزادی باشه، کمونیستا باشن. این مرد مهیله که در واقع شیاد دروغ زن کذاب یه حرفا رو میزن، به مذری چماق دست افتاد گفت میزنم تو دهنتان بسوزانید، دشمنان اسلام رو نابود کنید. اقلن نمیدونم میگویند بیشتر 50,000 جوان ایرانی رو کشتن به دستور خمینی. این همین داستان رو در نظر بگیرید. بنیانگذار اسلام، شما آیاتش رو بخونید، در مکه که هست چون زور دستش نیست و آدمای بزرگی در اونجا، اون جرأت نمیکرد که دستور قتل و کشتار این حرفا رو بده. همه سخنان شاعران است، معمولا موجز کوتاه دستور نمیده فلان نیست. وقتی که نپذیرفتن سخنان ایشون رو و ایشون رو بیرون کردن که ایشون فرار کرده و ابوبکر، به محضی که رسیده محمد ابن جریر میگوید که به محضی که پای ایشون بایدین رسید، گوه آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های قتال صادر کرد. شروع کرده عرض میکنم که دستور دادن، کاروان ها رو زدن، مکیان رو کشتن و ایجاد رعب و وحشت کردن و مدینه رو تبدیل به یک کمپ تروریستی کردن. مدینه شهری در شمال مکه است، یک شهر آرام تجاری و کشاورزی بوده، تبدیل شد هر روز یه دست کوه می آمدن یه چند تا سر بریده به دستشون تا تجسم کنه چه وضعیتی بوده. بنابراین در تضاد افتاده. شما حرفای خمینی رو اگه کنار هم بذارین کاملا متضاده، حرفایشون هم کاملا متضاده. آمدن چه کردن؟ خب مغلطه کاری نداره که، گفتن این ناسخ است اون منسوخ، یعنی خدا عقلش عوض کرده، بی عقل بوده حالا عاقل شده خدا، یعنی دیروز چیزی میگفته حالا چیز دیگه میگه، این چیز جدید اون چیز قدیم رو داشته صحبت کنی. اگه شما در ارتباط با آخونده هستی دیگه آقای ناسخ و منسوخ چیه؟ این متشابهات و محکمات چی میگن؟ اینا جز مغالطه چیزی نیست، اینا پریشیدگی در این کتاب به حدی است که آدم گیج میشه واقعا. توجه بفرمایید، هیچ که جرأت نکرد بگه جز دو تن آقای فروزنده، دو مرد دلیر، بزرگوار و دانشمند، هر دو ایرانی، ابن راوندی و محمد ابن زکریا رازی، آمدن به طور کل منکر نبوت شدن که آقا این دروغی بیشتر نیست، اصلا میسر نیست چنین چیزی. رازی میگه خلاف عدالت است که خدا بیاد یک نفر رو برکشه بگه تو برو و نماینده من هستی، اصلا چنین چیزی میسر نیست. ما معیار قضاوت ما خرد ماست، باعث خرد رو کار برن، هیچ چیز این اسلام و دین با خرد سازگار نیست. ابن راوندی هم میگوید کسانی که گفتن ما معجزه دیدیم جبرئیل فلان اینا، میگه همه توطئه و دروغ بوده و اتفاقا این دو ناقد بزرگ رو داریم ما به تصریح. فردوسی یکی از بزرگترین کسان هست که او نیامده برخورد مستقیم بکنه با هد آن کلیژن به قول این جایها مثل رازی، درگیری مستقیم بله با مثل ابران، اما برای ما مردم سعی کرده دارویی نیرومند بسازه با ساختن شاهنامه، با برکشیدن بزرگی ها و فرزانگی ها، با شخصیت سازی و اعاده حیثیت، که ما وقتی به این محتوای این کتاب پی بردیم این اسلام رو بسیار حقیر میبینیم. بنابراین علت دشمنی آخوندها با شاهنامه و فردوسی از اینجاست، میدانند اونها، میدانند شما یک آخوند پیدا نمی کنید. اعلام کردم من، اگر شما وطنان عزیز من به منزل آخوند رفتین یک شاهنامه دیدین بیاد بفرمایید، من قبول میکنم، شاهدم نمیخوام، همه حرفامو پس بگیرم. من حال آخوند و ملا و اهل دین یک کتاب شاهنامه در خونه‌اش داشته باشه.
امکان نداره چنین چیزی، مگر انتیک باشه بخواد بفروشه پولش رو بخوره. توجه میکنید؟ بنابراین فردوسی به گونه‌ای بدونی که با درد بخواد مستقیم رو برشه، درمان رو برای ما گذاشته. حکمت، خرد و فرزانگی، و خوب میدانسته چه میکنه، خوب میدانسته چه میکنه. ما حکیم عمر خیامی رو داریم با اون روایه‌های بسیار بسیار حکیمانه که نقد دین میکنه.